سلام و وقتتون بخیر در ایران عزیز. دوستان اگر صدا و تصویر رو دارید و اوکی هست تاییدیه به من بدید تا بتونیم وبینار رو شروع کنیم. مرسی سعید عزیز، روزبه حمید و اون یکی آقای حمید دیگه، علی رضا. صبحتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و آخر هفته خوبی در ایران داشته باشید. نمیدونم تریداتون چطور بود این هفته، هفته بسیار بسیار عجیب غریبی داشتیم. هر روز گفتگوهای تجاری، آره نه آره نه، یه مقدار وضعیت بازار رو به هم ریخته بود. از طرفی هم بازی دیشب ایران و عراق، بله بازار خیلی وضعیت نامشخص و زایدهی داشت. بازی دیشب ایران و عراق هم یه مقدار منو پکر کرد، اصلا انتظار این باختو نداشتیم. من واقعا متاسفم برای این اتفاقی که افتاد، امیدوارم که، نمیدونم والله، امیدوارم که تو بازی بعد بچه ها بتونن جبران کنن. بازی میتونست خیلی بهتر باشه، ولی خب گلای خیلی ساده خوردیم و این دلیل این که راستش یکی از دلایلی که این بازی ایران رو الان میگم این بوده که دیشب داشتم به این فکر میکردم که چقدر همه چیز شبیه به همه. یعنی مثلا بازی فوتبال دیشب، ما وقتی باختیم که در واقع روحیه‌مون رو باختیم، وقتی باختیم که نتونستیم به اعصابمون مسلط بشیم. همین اتفاق در ترید هم هست، به خاطر اینکه در ترید هم بتونیم موفق باشیم لازمه که همه بتونیم در مرحله اول وضعیت روحی روانی خودمون، یعنی کنترل روانی رو داشته باشیم، چون این کنترل احساسات و روان واقعا در همه چیز، این که میگیم روانشناسی 90% این بیزنسه، واقعا روانشناسی به نظر من 90% بیزنس نه، 90% همه چیزه، 90% زندگیه، 90% ورزشه. و به نظر من با یه کنترل درست، با یه روانشناسی درست و با یه مدیریت درست احساسات میتونیم که تو چه تو بیزنس، چه تو ورزش و حتی چه تو زندگی شخصیمون موفق باشیم. و این روانش کنترل احساسات رو من دوست دارم که واقعا همه یاد بگیریم تو بیزنسمون، در ترید هم انجام بدیم. بعد دیگه دوستان نوشته که بنزین هم گرون کردن که ناراحتی فوتبال رو فراموش کنیم دیگه. حالا علاوه اقتصادی، البته اگه درست اجرا بشه، علاوه اقتصادی گرون کردن بنزین به نظر من اتفاق بدی نیست. ما همه جای دنیا، حتی تو کشورهایی که بزرگترین صادرکننده های نفت دنیا هستن، بنزین ارزونی نیست، به غیر از حالا مثلا ترکمنستان و ازبکستان رو ما بخوایم بگیم که اونا مثلا علاوه اقتصادی منطقی نیست که اونا رو بخوایم خود با خود مقایسه کنیم. شما روسیه هم همینه، روسیه هم شما با اینکه که بزرگترین تولید کننده و صادر کننده های نفت و بنزین و گاز دنیاست، یا امریکا که بزرگترین تولید کننده نفت، جز بزرگترین تولید کننده نفت، با اینکه ذخایر نفتی بیشتری دنیا رو نداره، ولی جز بزرگترین تولید کننده نفت امریکا و کانادا، قیمت بنزین قیمت ارزونی نیستش. و این در واقع بیشتر شدن افزایش قیمت بنزین به نظر من علاوه اقتصادی امر بدی نیست، به شرطی که درست مدیریت بشه. خیلی از بس خارج نشیم، بقیه دوستانم اضافه شدن. من فقط خواهم بدونم که تو اون کشورها درآمد بیشتره، اما بله ولی هزینه هم بیشتره. یعنی درآمد قابل مقایسه نیستش، میزان هزینه مخارج زندگی که شما تو ایران دارید با مخارج زندگی که ما تو کشور دیگه داریم واقعا اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی درسته اینجا درآمد شاید بیشتر باشه، ولی هزینه زندگی هم خیلی بیشتره. شما یه اجاره خونه $1000 وقتی شما میخواین بپردازین که خودش میشه چند هزار دلار تو ایران، 10-11 میلیون تومان میشه اجاره خونه. حالا شما مسلمه هزینه ها و مخارج باید با هم همخونی داشته باشن. خب بچه‌ها، برای اینکه از بحثمون خارج نشیم، من فقط قبل از اینکه وبینار شروع کنیم میخوام ببینم که چند نفر وبینار هفته قبل رو نبودن، بخش اول رو نبودن. اونایی که وبینار هفته قبل رو نبودن پیغام بدن و بنویسن. امین یزدانی یه چیزی نوشت، بهروز نبوده، امین نبوده. خب اونایی دیدین، خب همین دیدین از تلگرام،
یه سری دوستان نبودن، یه سری دوستان نبودن و دیدن. ببینید توی این وبینار، حالا از یوتیوب دیدن، خیلی خوب، بچه‌ای که نبودن یه سیراشون دیدن، یه سیراشون ندیدن. بسیار خوب، خوب و متوجه شدن طبعا وضعیت به چه صورته. بذارید بچه ها، من این صحبت اولی همیشه که مجبور هستیم بگیم و بگم خدمتتون و بعد بریم به وبینارمون. راه های ارتباط با ما رو که میبینید webinars.yarat@hotforex.com، وبینار این ایمیل مستقیم بنده است. سوالاتی که در مورد مسائل فنی و تکنیکال دارید میتونید از طریق این ایمیل بپرسید. ایمیل دوم ایمیل بخش فارسی هات فارکس، سوال در مورد اکانتاتون، لوریجتون، چه میتونن باقی برداشت و واریزاتون هم از حساب میتونید بپرسید. این مطلب به عنوان یک پیام بازاریابی و با اطلاعاتی کامل فراهم، اطلاعات کلی فراهم شده و شامل تحقیق مستقلی برای سرمایه گذاری نیست. در این پیام بازاریابی هیچ توصیه‌ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد و نباید چنین پیش‌فرضی وجود داشته باشد. همچنین خرید و فروش هیچ ابزار مالی نباید بر اساس این پیام صورت بپذیرد. تمام اطلاعاتی که در این مطلب وجود دارد از منابع مشهور جمع‌آوری شده، اطلاعاتی که از گذشته جمع‌آوری می‌شود لزوماً شاید آینده را نشان نخواهند داد. کاربران تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر سرمایه گذاری در مسائل تحریمی با درجه‌ای از افهام درگیر است. همچنین این موضوع هم تایید می‌کنند و می‌پذیرند که هر سرمایه گذاری در این حوزه طبیعی با ریسکی بسیار بالا و بالا دارد و کاربران به تنهایی مسئله این ریسک را بر دوش دارند. فرض ما بر این است که در صورت سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات آمده در این پیام مسئولیتی برای ضررهای احتمالی متوجه ما نخواهد بود. این پیام نباید بدون اجازه نامه کتبی قبلی بازتولید و یا بازنشر شود. بنده اهورا هستم، بیش از 12-13 سال تجربه تجارت در بازار بورس جهانی و مشاوره مالی در کشورهای مختلف و بنیانگذار و مدیر عامل شرکت مشاوره ترید در بازار بورس به نام زیرو اسپرد و ترید پروسکیز. خب خلاصه وبینار امروز، ما یه مرور خیلی کوتاهی می‌کنیم به بخش اول، صرفا برای دوستانی که نبودن، و این مرور البته خیلی کوتاه خواهد بود به احترام دوستانی که هفته قبل کامل شرکت کردن و بودن. فقط یه مرور برای اینکه یادآوری بشه و دوستانی هم که نبودن یه کلیتی رو بدونن که بعد بتونیم بریم در مورد موضوعات بعدی صحبت کنیم. امروز من بیشتر در مورد روش‌های کاربردی و نحوه استفاده از این استراتژی صحبت می‌کنم و تعیین نقاط ورود سطوح ضرر و زمان خروج که اینا رو بیشتر یه صحبتی می‌کنیم و بعد می‌ریم روی لایو چارت صحبت می‌کنیم بر اساس اطلاعاتی که هفته گذشته گرفتیم و سوالات شما رو جواب میدیم. در رابطه با اینکه اونایی که هفته قبل شرکت کردن، ازتون خواهش کردم که یه ترای بکنید روی دمو اکانتتون و ببینید که سوالی اگر دارید بپرسید. خب یه خلاصه، امواج الیوت یه روش تکنیکال سال 1938 میلادی ایجاد شده توسط آقای به نام رالف نیلسون الیوت، به همین نام هم شناخته میشه. بیشتر بر اساس روانشناسی و احساسات بازار، این که بر آقای الیوت اعتقاد دارن که بازار یه سری موجهایی داره، یعنی یه سری روندهایی داره که این روندها رو بالا پایینهایی داره که این بالا پایین رو اسمش رو گذاشتن موج، و بر اساس این موج حرکت میکنه و اعتقاد دارن که بین بازار همیشه در بین 5 تا موج اصلی و 3 موج اصلاحی، این 5 تا موج اصلی و 3 موج بعد از اون اصلاحی که اینا آخر ایجاد میشه، بر اساس اینا حرکت میکنه و این همیشه تکرار میشه و هر کدوم از این امواج خودشون تقسیم بر 5 و 3 میشن، یعنی یه فرمول 5-3-5-3-5-3 داره. این حالت کلی، قواعد کلیش هم اینه که قیمت ها میگه حالا یه خلاصه بخوام بگیم، قیمت ها به سمت بالا پایین میره یا خونسا حرکت میکنه، چیز غیر از این نداره. در هر حالتی در واقع یه جهتی داره و جهت حرکت رو بهش میگن روند. هر آغاز یه پایانی داره و هر روند برابر با آغاز یه روند دیگه، و معمولا در آغاز هر یه روند تعداد معامله‌گرای کمتری حضور دارن که با ادامه روند بهشون بیشتر ملحق میشن، و وقتی که این تعداد معامله‌گرا زیاد میشه و بازار دیگه قابلیت کنترل و یا حجم، قابلیت در واقع هندل کردن این حجم از معاملات بیشتری که الان در واقع تعداد زیادی اومدن رو نداره، اون موقع روند برمیگرده. نظری امواج الیوت بیشتر بر اساس روانشناسی جمعیه. من هفته قبل یه توضیح دادم که روانشناسی جمعی و روانشناسی فردی چیه، یه کوچیکم بازم میگم. ببینید روانشناسی، این که میگیم بر اساس روانشناسی جمعیه، یعنی اینکه ما یه دو تو بحث روانشناسی، چون خیلی بحث مهمه، من همیشه روانشناسی رو تاکید میکنم، نه به خاطر اینکه حالا من عاشق روانشناسی هستم یا نه، به خاطر اینکه روانشناسی تو کار ما خیلی مهمه. مثل همین بازی فوتبالی که اول صحبت ها مثال زدیم که باخت ما به خاطر عدم
رعایت مباحث روانشناسی بود بیشتر تا تکنیکال و فوتبال. اینجا هم همینه. ببینید بحث روان، ما یه چیزی داریم به نام روانشناسی جمعی یا روانشناسی فردی. روانشناسی فردی اینه که مثلا من یه سری عادتهایی دارم که وقتی تنها هستم تو خونه اون عادتها رو انجام میدم. مثلا یه مثال خیلی ساده، وقتی چه میدونم مثلا شما تو خونه وقتی تنها هستید اعتماد اصلا لباس نپوشید، این روانشناسی فردی، عادت فردیه. یعنی من اینطوری هم، شما هم اینطوری، یا یه فرد دیگه هم اینطوری، یه فرد دیگه اینطوری نیست. یکی هستش که تو خونه چه افراد باشن چه نباشن همیشه هم کامل لباس میپوشه. این میشه روانشناسی فردی، عادت فردی. حالا اگر همین فرد رو ما بذاریم توی یه جمع که همه بیزنسمنن، نوع لباس پوشیدنش عوض میشه و هر وقت میره تو جمع اون نوع لباس رو میپوشه، مثلا همیشه اسپورت میپوشه یا همیشه کلاسیک میپوشه، اون میشه روانشناسی جمع، این میشه روانشناسی فرد فردی. حالا میگه که بازار بر اساس روانشناسی جمعی، یعنی که وقتی که یه سری افراد کنار هم میان، اون موقع نوع بازخورداشون، اون موقع ریاکشنشون نسبت به شرایط چی میشه، نسبت بازخورد کلی. میگه که این بازار بر اساس خلق و خو و بر اساس عادتهای سرمایه گذارها و تریدرهاست که حرکت میکنه و باعث ایجاد یه سری الگوهای تغییرات قیمت میشه. این پایه و اساس امواج الیوته، یعنی آقای الیوت نظریهش رو بر این اساس نوشته، این یعنی همه چیز از اینجا شروع میشه. اصول، یه سری اصول اولیه داره که تئوریش میگه، این تئوری بر اساس اونم بیان شده علاوه تکنیکال، که میگه که هر حرکت در واقع یه واکنش به حرکت قبلی، به یه حرکت دیگه. یعنی همیشه ما این حرکت ها یه کنش داریم، یه واکنش. هر اتفاقی، هر کنشی در واقع خودش یه واکنشه. این آیشه. بعد گفت که شامل 5 تا موج میشه که در جهت روند و 3 تا موج اصلاحی. یعنی 5 تا موجی که از این 5 تا 3 موج اصلی داره، 2 تا اصلاحی. 1، 3 و 5 موجای اصلی هم، 2، 4 موجای اصلاحی کلی هم. بعد هر کدوم از این امواج خودشون به 5 تا موج کوچکتر تقسیم میشن. یعنی میگه که اگه مثلا این موج 1 خودش 5 تا موجه، موج 3 5 تا، اما موجای اصلاحی تقسیم بر 3 تا میشن. یعنی میشه 5 3 5 3 5 3. این توالی عددهاش به این صورته. و موج 3 همیشه بزرگترین موج، یه سری قوانین داره که این موج 3 همیشه باید بزرگترین باشه. یعنی موج 3 باید حتما از موج 1 و موج 5 بزرگتر باشه. بعد مهمترین مسائل دیگه اینه که خلاصه بخوایم اشاره کنیم، یه سری حالا موجا یکی یکی اونجا نوشتم که بعد تو فایل پی دی اف میتونید بخونید. بر اساس امواج الیوت و بر اساس خطوط فیبوناچی اگه بخوایم بررسی کنیم، میگه که موج 1 وقتی برمیگرده که موج 2 رو میخواد شکل بده، این موج 2 خودش نباید ماکسیمم تا 61.8% فیبوناچی موج 1 باشه. یعنی وقتی این برمیگرده نباید بیشتر از 61.8% فیبوناچی برگرده. اگه این موج هیچ موقع و نباید هم سطح موج 1 باشه. این یه قانونه. قانون بعدی که عرض کردم خدمتون، 3 باید، 3 در واقع بزرگترین موج و 161.8% یا 261.8% موج 1. یعنی ما اگه فیبوناچی اینجا نصب کنیم، ادامش که بخوایم بریم بالا، 161.8 فیبوناچی یا 261.8 فیبوناچی موج 1. موج 4 که برمیگرده بین 38 و 2 تا 61.8% موج 3 هست و موج 4 به هیچ وجه نباید همسط موج 1 بشه. یعنی این موج 1 اگه ما یه خطی از اینجا رسم کنیم، موج 4 نباید به این صورت بخوایم، اگه ما یه خط از اینجا بخوایم رسم کنیم، موج 4 نباید همسط موج 1 باشه. یعنی موج 4 نباید اینو رسم قطع کنه. همینطور موج 2 اینجا که گفتیم از موج 1 حتما باید بزرگتر باشه. موج 3 باید طولانی ترین موج باشه. موج 4 میتونه علاوه زمانی، یعنی این موج میتونه علاوه زمانی تا چندین ماه حتی طول بکشه. یعنی موجی که علاوه زمانی میتونه زمان زیادی ببره. و بعد از اون موج 5. موج 5 جایی که روند عوض میشه، جایی که تعداد زیادی از معامله گرا وارد بازار میشن و حجم معاملات گسترش پیدا میکنه و به خاطر گسترش بیش از حد حجم معاملات روند برمیگرده که بعد ما موجای اصلاحی A, B و C رو
خواهیم داشت، موجه اصلاحی اصلی رو. این کلیت اینه، کلیت این مسئله است. تو موجه اصلاحی هم ما میتونیم بگیم که موج B باید کوتاه‌ترین باشه، موج C باید برابر و یا بزرگتر از موج A باشه، یعنی موج C هم باید از موج A بزرگتر باشه، ولی موج B به هیچ وجه نمیتونه از این دوتا موج بزرگتر باشه و باید کوچکتر از اینا باشه. اینا قوانین کلی هستن که ما در واقع توی امواج الیوت داریم، یعنی قوانین کلی امواج الیوت شامل اینها میشن. حالا یه سری قوانین اینجا هستش که من اینایی که صحبت کردم اینا رو اینجا نوشتیم که حالا قوانین اصلی رو گفتم، یه سری قوانین هم داریم که تغییر میتونن کمی تغییر پیدا کنن. اینکه گاهی موج 5 از موج 3 فراتر نمیره، یعنی موج 5 بعضی وقتا این موج 4 که اینجا میشه، موج 5 لزوما حتما نباید از 3 بالاتر باشه، موج 5 میتونه تا اینجا باشه ولی مثلا با یه زاویه کوچیک، زاویه کمتر و مدت زمان طولانی تر. موج سوم باید خیلی بلند باشه، با زاویه تند یا دراز مدت تر میشه، یعنی موج 3 میتونه بعضی وقتا با یه زاویه تند باشه و خیلی طولانی. این اتفاقایی که میتونه بیفته، یعنی زاویه در موج 3 مهم نیستش. موج دوم و چهارم جایی که میتونید با استفاده از خطوط فیبوناچی اونها رو تایید کنید و از اونها استفاده کنید. این کلیت تا اینجا. اما بخش دوم رو بخوام شروع کنیم، اگر تا اینجا سوالی دارید بگید که بعد بریم الان بخش دوم. محمد پرسه که از کجای چارت باید موج شماری رو شروع کنیم. میشه رو چارت اصلی میرم و توضیح میدم براتون بچه ها. رو چارت این سوال رو چارت لایو براتون توضیح میدم. علاوه فنی تکنیکال، علاوه عدد ها اینا، اگر مشکلی دارید بپرسید. بعد اون بخش الان یه کوچیک در مورد بخش دوم توضیح میدم و بعد میریم در مورد چارت صحبت میکنیم که از کجا باید موج شماری رو شروع کنیم و کجا باید تموم کنیم. خب خیلی زارن سوالی ندارید تا اینجا. بچه این فایل پی دی افش، این فایل پی دی اف بخش اول رو کانال تلگرام هستش، میتونید از اونجا قشنگ دانلود کنید بخونید. حالا روز دوشنبه این فایل رو که میذاریم روی کانال تلگرام، هم بخش اول هم بخش دوم پی دی اف هر دو تا بخش هست توش. نحوه تشخیصش و شمارش رو لایف چارت توضیح میدم. موج حاسم چگونگی تشخیصش عرض کردم، رو چارت توضیح میدم. موج 5 چند درصد موج قبلی میتونه بالا بره؟ عرض کردم موج 5، ببینید بچه‌ها، موج 5 بس اینجا موج 5 میتونه که تا 100% موج 1 باشه، یعنی 161.8% یعنی اگه فیبوناچی رو رسم کنیم، موج 4 موج فیبوناچی موج 4 رو رسم کنیم، تقریبا تا 161.8% موج 4 میتونه بره معمولا، تا این حد میره، ولی خب میتونه حتی کمتر هم باشه، این ماکسیمم میشه تا حدی. این میتونه هم سطح موج 3 هم باشه و حتی میتونه پایین تر هم باشه، در این سطوح هم میتونه باشه. یعنی موج 5 ماکسیمومش یه تقریبا 161.8% موج 4، ولی موج ولی میتونه کمتر از موج 3 هم باشه، یعنی مینیمومش چیز خاصی نداره. دیگه بچه‌ها میشه که موج 4 رو دیدی که تا 88% موج 3 هم رفته. عرض کردم تو موج 4 چیزی که خیلی مهمه اینه که هم سطح بالاترین سطح موج 1 نباید باشه، این مهمترین بخششه. حالا این سطوح 38 و 2 تا 61.8 اینا یه حالت قانون کلیه، ولی چیزی که مهمه اینه که نباید، یعنی اگر شما از بالاترین سطح موج 1 یه خطی میکشید، پایین ترین سطح موج 4 نباید هم سطح و یا پایین تر از موج 1 باشه، باید حتما بالاتر از بالاترین سطح موج 1 باشه. خب موج 3 هم سطح موج 1 بود. اگر موج 3 هم سطح موج 1 باشه اون دیگه فیبوناچی نیستش، چون بر اساس تئوری فیبوناچی موج 3 باید حتما بزرگتر از موج 1 باشه. اگر موج 3 هم سطح موج 1 باشه، هم اندازه موج 1 باشه یا هم سطح موج 1 باشه، اون دیگه فیبوناچی نیست، اون جزء اصول فیبوناچی ده. اگر جای دیدید اشتباه بوده، یعنی موج 3 قانونه، موج 3 این قانون جزء قوانینی که عوض نمیشه. ببینید بچه‌ها اینجا نوشتم یه سری قوانینی که میتونه عوض بشه، یه سری قوانینی که نمیتونه عوض بشه.
قوانینی که نمیتونه عوض بشه اینه که موج سوم به هیچ وجه نمیتواند کوتاهترین موج باشد، یعنی موج سه تحت هیچ شرایطی نمیتونه از موج یک و پنج کوتاهتر باشه از هر کدوم از این امواج، و حتما باید از موج یک سطحش بالاتر باشه. چرا؟ چون اگر پایین تر از سطح یک موج یک باشه که خب بعد این موج ساحی چارش خب میخوره به این سطح، پس اگر موج سه بالاتر از موج یک نباشه و طولانی ترین موج نباشه، اون موقع اصلا بر اساس این تئوری اصلا تئوری یعنی امواج الیوت نیستش. این در مورد قوانین کلی. آدرس تلگرام رو همین بخش اول وبینار و آخر وبینار هم میگم، آدرس وبینار رو همین پی دی اف هستش، میتونید ببینید آدرس کانال تلگرامی رو. تشخیص موج ای بی سی مقدار سخت‌تر الان تو بحث اصلی تشخیص موج سه ای بی و سی همینجان سخت‌تره. اینو در لایف چارت بیشتر در موردش صحبت میکنیم، رو بحث عملی میریم. خب ببینید بخش دومو بخوایم شروع کنیم. راستش بچه‌ها یه بحثی هستش که من دیشب داشتم بخش دومو آماده میان دیروز که داشتم بخش دومو براتون آماده میکردم، دو تا مسئله برخوردم، یعنی دو تا راه حل داشتم. یه راه حل داشتم این که مثل اکثر وبینارهایی که برگزار میشه در مورد امواج الیوت بیام یه سری اسکرین شات براتون بذارم و یه سری قوانین کلی بگم که ظاهر شاید دلچسبی داشته باشه ولی عملا و کاربردی هیچ براتون نداشته باشه. این یه راه حل بود، یعنی پس یه راه حل این بود که بیام مثلا حرفای فیلسوفانه بزنم و براتون رسم کنم یه سری چیزها رو و یه سری عددها و یه سری چه میدونم یه سری اصطلاحات رو بگم که هم نشون بدم خودم دانش زیادی دارم، هم نشون بدم که هم یه چه میدونم یه چیزی که براتون کاربردی نداشته باشه. وبینارهای مختلفی رو واسش من دیشب نگاه کردم از همکارامون در شرکت های دیگه، در شرکت خودمون، در شرکت های دیگه، دیدم که خب اکثرا به همین صورت بود، یعنی اکثرا به این صورتی بوده که یه سری کلیت تئوری گفته شده، دیدم که اون چندان شاید براتون کاربرد نداشته باشه، واسه همین وسط نوشتن این چیزای عجیب غریب اومدم اینا رو کنار گذاشتم. من یه اشاره خیلی کوچیکی فقط به یه اصطلاحی میکنم اینجا که خیلی مهمه، شاید بدونید که اگر یه جای شنیدید براتون ایراد چیز نباشه، براتون سوال نباشه که اینو چی. بعدش میریم رو بحث اصلی کاربردی، زیاد رو عددها بود، زیاد رو اسامی من نمیخوام تاکید کنم، بحث مورد علاقه منم نیستش. میتونم 2 ساعت 3 ساعت در مورد این اسامی مختلف و الگوهای مختلفی که هست رو توضیح بدم ولی کاربردی براتون نخواهد بود. فقط من یه اصطلاحی هست به نام موتیویت ویت که موتیویت ویت چیه اینا رو براتون توضیح میدم. ایمپولس ویوز چیه توی موتیویشن ویوز؟ موتیویشن ویوز البته موجای یک سه و پنج میگن موجای موتیویشن، موجایی که حرکت میکنه. یکی از الگوهایی که زیاد توی فیبوناچی میگن پرش فیبوناچی زیاد توی امواج الیوت زیاد تکرار میشه یه الگویی است به نام ایمپولس ویوز، یا الگوی ترجمه کلمی که کردم براتون موج ضربه‌ای، شاید اسمشو بتونیم بذاریم تو فارسی. معادل فارسیشو من ندیدم، اگر جایی هم بوده ندیدم، برای همین اصطلاح انگلیسیش رو میتونم استفاده کنم، ایمپولز یا ضربه ای. حالا چرا ضربه ای؟ ببینید مثلا این موج یک، این موج دو، این موج سه. الان مثلا اینجا ببینید، بذارید من اینطوری رسم کنم براتون. این در واقع موج یک، این موج دو، این موج سه. ببینید خود موج سه شامل 1، 2، 3، 4 و 5 موجه، همونطور که عرض کردم. این موج سه یه دونه موج داره داخل موج سه، یه موج داره که ضرب علازه در واقع هم زاویه‌ای هم مدت زمان مثل موج سه هستی، یعنی موج سه داخل موج سه مثل موج سه کلی امواج الیوته، هم طولانی تره هم شدت بیشتری داره. حالا این چرا مهمه؟ این تو بحث کاربردی دونستن این الگو رو براتون آوردن بخاطر اینکه تو بحث کاربردی شاید براتون بیشتر جواب بده، برای همین تو انواع الگوهای مختلف اینو من خواستم براتون مثال بزنم. یه اصطلاح فنیه این موج در واقع ضربه ای که یک حرکت قوی یه دارایی رو منطبق با جهت، یعنی ببینید خلاص
مثلا زبان به زبان ساده اینطوریه که داخل این حرکت، داخل این موج سه، هم موج یک، هم موج سه، هم موج پنج، داخل موجای اصلی معمولا یک موجی هست که از بقیه قدرت بیشتر و شدت بیشتری داره و در جهت رونده به اون میگن موج ضربه‌ای یا ایمپولس. حالا این شناختن این تو بحث کاربردی میتونه به شما کمک کنه، یعنی اینکه این چی است و چطوری میتونید ازش بهترین استفاده رو بکنید، تو بحث عملی براتون کاربرد بیشتری میتونه داشته باشه. به همین دلیل اینو براتون مثال زدم، در واقع تو تعریف ها اینو آوردم که از این میتونید استفاده کنید. حالا این تئوری و این مثلا این موج ضربه ای یه دوره زمانی خاصی محدود نمیشه، میتونه تا بعضی وقتای موج تا چند ساعت، چند سال یا حتی چند دهه، بعضی وقتا تو بعضی از نمادها میتونه ادامه پیدا کنه. مثلا یک اتفاقات جالبی که مثلا افتاده بود برای نماد اپل بود که آلفابت بود اگه اشتباه نکنم، آلفابت بود که مدت زمان خیلی طولانی موج سش طول کشید، چندین سال طول کشید. این یعنی این موج ضربه ایمپولس قانونی نداره که حتما باید مثلا در مدت علاوه زمانی قانون نداره، میتونه خیلی طولانی تر باشه. این کلیت یعنی این امواج ایمپولس در واقع یه بخشی امواج بریک داون یعنی شکسته شده جزئیات کوچکتر این موجهای اصلی هستن و موج ضربه ای هم به این موج بزرگتر اون داخل اون کوچیکا گفته میشه. حالا چرا این مهمه؟ این دونستنش براتون میگم. پس همونطور که عرض کردم خدمتون، یه سری الگوهای اینطوری مثلا چه میدونم ایمپولس ویوز، ایمپولس ویت وات، اینجا خیلی الگوهای زیگزاگ و چه میدونم انگلز و یه چیزی الگوش، مثلا شاید این امواج الیوت بعد از اینکه آقای الیوت اینو درست کرده، نویسن تحلیلگرای مختلف هر کس اومده بر اساس نظریه خودش بیشتر از 5 6 تا نظریه مختلف و فرم‌های مختلف و الگوهای مختلف کشیدن که میشد وبینار رو بذاریم، همونطور که عرض کردم وبینار رو من بذارم در مورد اونا رو براتون توضیح بدم که دیگه بعد عملی فرصت نمیشد که صحبت عملی بکنم. به خاطر همین اون صحبت جانبی رو گذاشتم کنار، یعنی گذاشتم که اصلا اونا رو بذارید کنار. شما هر چقدر که این مسئله رو بدونید، اون جزئیات رو بدونید، باز هم علاوه کاربردی نیاز دارید که بحث کاربردی شو بدونید. ببینید من بیشتر دوست دارم در مورد راه‌های کاربردی و استفاده درست از این استراتژی باهاتون صحبت کنم، چون همه این الگوهای مختلفی که داخل امواج الیوت هستن، یعنی داخل این تئوری ما یه سری الگوهای الگوهای خیلی زیادی داریم که همه‌شون بخشی از این تئوری هستن، یعنی جدای از این تئوری نیستن، یه بخش اساسی از این تئوری هستن. همه اینها این قانون کلی رو دارن، یعنی همه اینها این قوانین کلی که عرض کردم خدمتتون، موج سه باید بزرگترین موج باشه و غیره و غیره، همه شامل اینا میشن. به خاطر همین اون الگوها رو بی‌خیال شید، چون خود امواج الیوت جز استراتژی‌های یه مقدار شاید سخت باشه برای استفاده کردن و معمولا این استراتژی رو من جز دسته استراتژی پیشرفته میذارم و به معامله گرای تازه کار مثلا اصلا توصیه نمی‌کنم که ازش استفاده کنن، یعنی معامله گرای تازه کار من توصیه می‌کنم که زیاد ازش استفاده نکنن. اما این تو قدم اول، حتی به معامله گرایی که نکته دوم اینه که معامله گرایی که حتی حرفه‌ای هم هستن میگن که خیلی با دقت از این مسئله استفاده کنید. اما یه راه سومی وجود داره که ما اگر از این راه سوم استفاده کنیم، هم معامله گرای با تجربه هم معامله گرای تازه کار میتونن اگر این راه رو استفاده کنن، این سیستم رو استفاده کنن، میشه بیشترین استفاده رو از این استراتژی کرد و اینکه این استراتژی رو چطور باید در علاوه کاربردی و عملی ازش استفاده کرد، میشه یه استراتژی رفت. و همین عکس گذاشتم که من میخوام یه حرف در گوشی براتون بزنم، شاید اینو میگم خیلی جا بهتون نزنن یا مثلا سعی کنن اگر تو کلاس های مختلفی شرکت کنید، اساتید اگه بخوام براتون توضیح بدم، به خاطر اینکه صرفا بخوان دانش علمی به شما نشون بدن، شاید حرف عجیب غریب بزنن که اون حرف عجیب غریب کاربرد نداره. من حرف میخوام صرفا براتون بگم که عملی کاربردی چطوری ازش استفاده کنید. مهمترین بخش تو این استراتژی علاوه کاربردی، حالا بریم رو بحث کاربردی، مهمترین بخش تو این استراتژی پیدا کردن موج هاست. همین که سوال خیلی هم هست، مثلا اینو چجوری پیدا کنم و این که از کجا اطمینان پیدا کنیم، تطبیق بدیم که اصلا تو مسیر درست قرار داریم یا نه، یعنی اصلا اینا امواج الیوت هستن، الان تو امواج الیوت هستیم یا نیستیم، اصلا موج یک هست، موج دو هست، تو کدوم موجیم. شناختن برای اینکه بتونیم امواج رو درست تشخیص بدیم، بازم بحث روانشناسی پیش میاد. اصلا این که میگم بحث روانشناسی پیش میاد، بخاطر اینکه اصلا امواج الیوت بر پای همونطور که عرض کردم اینجا
تو این سلاید عرض کردم خدمتتون، کجا رفتیم؟ آه، اینجا همونطور که تو این اسلاید درس کردم خدمتون، امواج الیوت پایه و اساسش روانشناسیه، یعنی بر اساس علم روانشناسی این امواج این تئوری بر اساس علم روانشناسی نوشته شده. برای همینم اگر ما بخوایم علاوه کاربردی استفاده کنیم اینو و ببینیم که کدوم الان ما تو کدوم موجیم و چه موجی قراره بعد از این اتفاق بیفته، ما باید اول از همه نکات روانشناسی این امواج رو بدونیم، نکات روانشناسی این تئوری، این استراتژی و این تئوری رو بدونیم که بدونیم که علاوه روانشناسی موج اول کی اتفاق میفته، موج دو، موج سه، موج چهار و پنج اینا کی اتفاق میفته. ببینید موج اول موجیه که روند جدید بعد از اتمام روند قبلی شکل میگیرد. پس علاوه روانشناسی بازار و علاوه تکنیکال اینطوری که یه موج اول کجا شکل میگیره، یعنی شروع دیگه، یا شروع یعنی که یعنی اینکه یه موج قبلی یا تموم، موج قبلی تموم شده، حالا موج قبلی تموم شده و این موج جدید میخواد شکل بگیره. اما نکته جالبی که اینجا هستش که اینه که این موج جدید لزوماً برعکس روند قبلی نیست، یعنی یک روندی تموم شده حالا میخواد یه روند جدید شکل بگیره. اما نکته مهم اینه که لزوماً این روند جدید برعکس روند قبلی نیست، یعنی اگر ما یه روند صعودی نزولی داشتیم ماده تا یه حدی تا x، حالا میخواد موج جدید شکل بگیره. مثلا اتفاقی که الان ما برای طلا داشتیم، از یه موج صعودی بود رفت تا 1500 و تقریباً 70 دلار، 60 دلار، 70 دلار، اومد پایین تا 1455 دلار، 1450 دلار. حالا الان تو مسیر اصلاحی ABC هستیم تقریبا تو بحث طلا. حالا بحث اینه که موج بعدی میتونه نزولی باشه، میتونه صعودی باشه، یعنی روند بعدی بعد از این مسئله میتونه صعودی یا میتونه نزولی باشه. پس روند جدید لزوما در عکس روند قبلی نیست، میتونه یک روند نزولی جدید بعد از اتمام یک روند نزولی باشه، یا میتونه یک روند صعودی جدید بعد از یک روند صعودی باشه، یا برعکسش. این موج یک، این اول اصلا باید بدونیم تشکیل این موج معمولا به دو تا دلیل شکل میگیره، یعنی موج یک در دو حالت، مهمترین زمانهایی که شکل میگیره دو حالته، یا تحرکات یا یه سری تغییرات مهم در بازار ایجاد میشه، یعنی سری اتفاقات سیاسی اقتصادی ژئوپلیتیک اتفاق میفته، مثلا شما مثلا یه دفعه جنگ و درگیری میشه، یا مثلا چین و امریکا دچار درگیری جنگ تجاری میشن، یه جنگ تجاریشون تموم میشه، یا یه سری اتفاقات مهم تو بازار میفته، یا تحرک بازیگران بزرگه. این بازیگرای بزرگ، بیگ پلیرها، مثلا بعضی وقتا میان یه سری اتفاقاتی تو بازار رقم میزنن که این نتایجش، یعنی یه دفعه خارج شدن از یه بازار یا یه دفعه وارد شدن به یه بازار، میتونه یه سری روندهایی رو تشکیل بده که اون هم معمولا در پی اتفاقات اقتصادی مهمه، یا قبل از اون مثلا خبر دارن که قرار اتفاقی بیفته، قبل از اینکه اون اتفاق اقتصادی بیفته اینا تغییراتشون انجام میدن، باعث میشه یه سری تغییرات در بازار ایجاد بشه، یا بعد از اون. در هر حال خارج از دست من و شما به عنوان تریدرهای خورده. پس موج یک موجیه که لحاظ شکل گیری، زمانی که شکل میگیره، زمانی هستش که از دست من و شما به عنوان تریدرهای خورد خارجه. قیمت ها احتمال داره به صورت ناگهانی برن بالا. من حتی میگم که شاید بعضی وقتا، بعضی وقتا شما میگن که خب شاید من بتونم موج یک رو تشخیص بدم، یعنی تشخیص بدم کی قرار این روند تغییر پیدا کنه. مثلا میدونم که الان در طلا یا یورو یو اس دی مثلا، یا یو اس دی جی پی وای، یا هر چیزی، یا مثلا نفت، الان قرار روند توی محدودی هستیم که قرار روند تغییر پیدا کنه و مثلا من میدونم که ادامهش بشه صعودی یا نزولی. حتی اگر شما روند بعدی رو درست تشخیص بدید، باز هم توصیه من اینه که وارد در موج اول وارد بازار نشید. چرا؟ به خاطر اینکه تغییراتی که ایجاد میشه، به خاطر اینکه حجم معاملات ما به عنوان معامله گرای خود، حجم اکانتامون زیاد نیست، این تغییرات تنش هایی که، یعنی این بالا پایین هایی که در ابتدای موج اول ایجاد میشه، احتمال داره که حساب ما رو، به قول شما تو ایران میگن کال کردن، حساب ما صفر بشه، حساب از بین بره. این تغییرات استرسی که وارد میکنه به معامله گر علاوه روانی و اون استرسی که به حسابتون، به حساب تریدیتون وارد میکنه، باعث میشه حسابتون صفر بشه. برای همین موج اول رو سعی کنید حتی اگر درست تشخیص دادید وارد نشید. بعد راهکارش هم اینه که
سعی کنید یه نماد دیگر رو استفاده کنید. ببینید مثلا یه نماد مثلا چه میدونم، اگر مثلا میبینید که الان یورو یوستی توی محدوده ای هستش که تو محدوده موج یکه و نمیتونید تشخیص بدید، برید یه نماد دیگر خرید فروش کنید، یا اینکه اصلا استراتژی الیوت رو فراموش کنید، تو اون بحث زمانی بیایید بر اساس استراتژی کوتاه مدت ترید کنید، چون مشخص نیست که روند بعدی صعودی خواهد شد یا نزولی، استراتژی بلند مدت نمیشه چید، بنابراین باید بر اساس استراتژی کوتاه مدت معامله کرد. پس در موج یک یا نباید وارد بازار شد، راهکار اینه، یا اگر هم وارد بازار میشید بر اساس استراتژی کوتاه مدت وارد بازار بشید، چون جهت روند مشخص نیست، استراتژی روزانه در نظر بگیرید، استراتژی اسکالپینگ در نظر بگیرید در موج یک. این موج، پس این شناخت بیشتر از موج یک. موج دوم کیه؟ موج دوم اصلا چی هست؟ موج اصلاحیه، یه موجیه که بعد از اینکه موج اول شکل گرفت، حالا میخواد موج دوم شکل بگیره. موج سوم قبل از شکل گرفتن موج سوم، علاوه تکنیکال همیشه بازاری اصلاحی داره، یعنی همیشه ما یه صعودی که داریم، یه نزولی که داریم، یه برگشت کوچیکی داریم، بهش میگن حرکت اصلاحی. اصلاحی بازار ما همیشه داریم تو سیستم، تو تغییرات. موج دو یه موج اصلاحی، یه موج کاملا تکنیکاله، نه روانشناسی نه غیره. موج دو یه موج اصلاحی، این موج زمانیه که ما باید آماده حرکت بعدی باشیم. حالا اینجا شما باید کم کم تصمیم بگیرید که آیا وارد بازار بشید یا نه. برای اینکه وارد تشخیص بدید که وارد بازار بشید یا نه، حالا این استراتژی، این چیزی که اینجا عرض کردم خدمتون، این الان مهمه، این نکات الگوی موج ضربه‌ای، این الان مسئلهش مهمه. حالا تو موج سه، موج دو، شما باید موج دو رو تشخیص بدید. موج دو رو چطوری میتونید تشخیص بدید؟ با تعریف امواج الیوت که باید ببینید که همخوانی داره یا نه. تعریف هایی که از موج دو داشتیم که ببینیم همخوانی داره یا نه، باید ببینیم اینجا اینطوری ببینیم که موج دو، پس تعریفاش چی بود؟ موج دو مهمترین تعریفش این بود که همسطح موج یک نشه. یعنی وقتی شما دیدید موج دو تموم شد و شروع کرد به وارد شدن به موج سه، ببینید که خب اگر همسطح موج یک نبود، بالاتر بود و حدودش 60 در بین 50 تا 61.8% موج یک برگشت، این احتمال این که شروع در واقع یک امواج الیوت باشه، بتونیم موج شماری رو دیگه از این به بعدش رو با اطمینان کامل تر، با اطمینان بیشتر بشمارید، ادامه بدید، این میشه اون. یعنی پس موج دو، موج دوم شما از موج اول لازم نیست حتما بتونید تشخیص بدید، موج اول بی خیال شید. موج اول کی اتفاق میفته؟ موج اول زمان اتفاق میفته که بازار در یک حرکت خنثاست. پس موج اول بعد از یک حرکت خنسا معمولا اتفاق میفته، یعنی بازار اومده یه سری تغییراتی انجام داده، بعد از اون تغییرات یه روندی داشته، یه مدتی حرکت خنسا داره و بعدش میخواد موج جدیدی شروع بشه. اون حرکت خنسا، یا اینکه مثلا موج حرکت خنسا نداشته، بلا فاصله بعد یه جایی تموم شده شروع کرده به بالا رفتن، یا شروع کرده شدیداً به پایین اومدن، اون موقع شروع یک موجه. پس موج اول زمانی علاوه قیمت ها زمان اتفاق میفته که باید، یعنی بعد از یک زمان یا بازار خنسا یه دفعه اتفاق میفته، یا بلا فاصله اتفاق میفته و اون چون بلا فاصله اتفاق میفته زمان تشخیصی به ما نمیده. برای همین، برای اینکه ببینیم که آیا اون موج یک بوده یا نه، میتونیم از موج دو استفاده کنیم، الاس تعریف های موج دو استفاده کنیم تا موج یک رو تشخیص بدیم. اگر موج دو با تعریف های امواج الیوت با ایجاد، یعنی تایید شد، یعنی برگشتش بینش 50 تا 61.8% فیبوناچی بود و از این سطح هم بالاتر بود، اون موقع و وارد موج سوم شد، موقع ما میتونیم بگیم خب پس یک و دو رو درست شمردیم، الان هم وارد سه شده. اما همچنان ما مطمئن نیستیم که وارد موج سه شدیم یا نه. برای همین شما باید بیاین از این الگوی، حالا ترجمه با ترجمه من میگم الگوی ضربه‌ای، باید بیاید استفاده کنیم. همونطور که عرض کردم خدمتون، هر کدوم از این امواج یک، سه و پنج خودشون شامل سه تا موجن. حالا این موج دو وقتی تموم شد وارد موج سه میشیم. موج سه رو خودش رو تقسیم بر سه تا موج، اگر پنج تا موج بکنیم، یعنی یک، دو، سه، چهار و پنج، بهترین جای، بهترین زمان علاوه اطمینان برای وارد شدن به بازار در موج دوم، موج دومی هست که داخل موج سه هست. نمیدونم تونستم منظورم رو بگم یا نه. ببینید موج سه، ببین اینطوری بخوام بکشم یه جا،
ببینید این موج سه، خب بذارید من یه خورده با ببینید موج یک سه تا این پنج تا داره، یک دو سه چهار پنج تا، این شد موج یک. این موج دو دو تا داره. حالا موج سه، موج سه خودش شامل پنج تا موجه، یعنی یک دو سه چهار و پنج. حالا خب موج سه خودش شامل پنج تا موجه. بهترین زمان، بهترین زمان برای وارد شدن معمولا موج دومه، موج دومی هست که داخل این موج سه شکل میگیره. چرا؟ چون بعد از اون موج اصلاحی، بعد از اون این موج ضربه ای رو داریم، این پولز رو داریم، این موج ضربه ای ایجاد میشه. این بهترین زمان برای وارد شدن به بازاره. حالا وقتی اینجا شما وارد بازار شدید، استاپلاستون رو میتونید کجا بذارید؟ استاپلاستون رو ما گفتیم که موج سه باید طولانی ترین باشه دیگه، اگر قرار طولانی ترین باشه نباید از این بیاد پایین تر، پس استاپلاسمون رو میذاریم رو سطح پایین موج دو. اگر بخوایم مطمئن بشیم اینجا دیگه میشه یه معامله دراز مدت ها بچه ها. این استراتژی امواج الی بر اساس معاملات دراز مدته، یعنی معاملات با شورت تایم نیستش، معاملات روزانه نیست، معاملات که شاید چند هفته چند ماه حتی بعضی وقتا سالها طول بکشه. یعنی شما یه پوزیشن خرید، پوزیشن فروشتون رو بخواید برای مدت زمان طولانی نگه دارید. حالا یا اینکه حالا چطوری تو کوتاه مدت هم ازش میشه استفاده کرد، رو لایف چارت میگیم. حالا اینجا بحث اینه که شما پس این تو این محدوده وارد میشید، یعنی محدوده وارد شدنتون تقریبا میشه سطح تقریبا میشه بالاترین سطح موج یک تقریبا، یعنی میشه این محدوده بالاترین سطح یک میشه وارد شدنتون، سطحی که وارد میشید. 61.8% موج یک، 61.8% موج یک، یا مثلا به قول 60 هولوش 60%ش، این میشه استاپ لاستون و تیک پروفیتتون رو باید منتظر باشید. تیک پروفیتتون رو شما وقتی این موج میره بالاتر، استاپ لاستون رو کمتر از 61.8 میتونید بیارید به سطح 50 فیبوناچی، میتونید بیارید به سطح 0 فیبوناچی، 38.2 23.6 و صفر فیبوناچی. کم کم استاپلاستون رو باید قدم به قدم بیارید بالاتر، یعنی استاپلاستون رو اون موقع وقتی دارید داخل موج حرکت میکنید بیارید بالاتر. دو تا زمان دارید برای خارج شدن، یا اینکه در موج سه خارج بشید، یعنی موج وقتی موج چهار شروع شد، موج چهار که اینجا شروع شد، در شروع موج 4 یا این محدوده ها وقتی حد زدید که خب موج 4 داره شروع میشه، یا در این محدوده ها از بازار خارج بشید، یا اینکه صبر کنید و در موج 5 وارد بشید. اما در این حالت استاپ لاستون رو حتما بیارید بالا، هم سطح پایین ترین سطح موج تیک پرو، استاپ لاستون باید عوض بشه دیگه، استاپ لاستون رو در نهایت بیارید در پایین ترین سطح موج 4 بذارید و صبر کنید که موج 5 هم ادامه پیدا کنه. چون موج 5 بعضی وقتا دلیل این که میگم اینجا خارج بشید، احتمال این به خاطر اینکه موج 5 بعضی وقتا میشه همسطح موج 3، یعنی بالاتر نمیره، یا اگرم بره یه مقدار خیلی بیشتری هم بالاتر بره. اینجا برای همین در این حالت، یعنی اگر شما خواستید در آخر موج 3 خارج بشید که خارج شدید، یا اگر بخواید همچنان معاملتون رو ادامه بدید و وارد موج 5 بشید، حتما استاپ لاستون رو بیارید در پایین ترین سطح موج 4 بذارید و صبر کنید که موج 5 هم تموم بشه. این روش کاربردیه که شما میتونید ازش استفاده کنید، جدا از هر چقدر روزخانی که ما بخوایم انجام بدیم، این روش کاربردیه که شما چطوری واقعا میتونید از این استراتژی در بحث عملی و کاربردی استفاده کنید و چطوری میتونه به دردتون بخوره. اینو متوجه شدید بچه‌ها؟ اگر اینو متوجه شدید که ما اگر اینو متوجه شدید بریم بررسی روی چارت، بررسی کنیم رو چارت لایف، ببینیم که حالا رو چارت لایف اینا چطوری میتونیم استفاده کنیم. اصلاح موج سه زیاده. موج سه ببینید بچه ها، موج سه زمانی که میخواد اصلاح بشه، که اصلاح موج سه میشه موج چهارم. خب یک از بچه ها پرسید که موج سه اصلاحیش میشه موج چهارم. موج چهارم اصلاحیش معمولا اولش که معمولا هولوش 38.2 درصد فیبوناچیه علاوه عمقی، و
ولی اللحاظ مسئله اینه که اللحاظ زمانی موج چهار میتونه طولانی ترین موج باشه. اللحاظ زمانی موج چهار بعضی وقتا خیلی طول میکشه و برای همین هم هستش که من میگم که موج سه، بالای موج سه معمولا میتونید از بازار خارج بشید. اللحاظ زمانی موج چهار میتونه زیاد طول بکشه. این خب الان توی پوند به NZD تایم 4 ساعته میتونه موج دو از موج سوم باشه. خب الان روی میریم نگاه میکنیم. خب این حالت کلی کاربردی امواج الیوت. پس من بازم یه بار یه تاکید کنم بچه‌ها، نه وابسته از این که شما تریدر با تجربه هستید یا تازه کار، این قانون رو اگر رعایت کنید میتونه براتون کاربردی باشه. حالا یه سوال، اینجا ما چند نفر رو داریم که بیشتر از 2 ساله دارن معامله میکنن؟ کسایی که تجربه ترید بالاتر از 2 سال دارن کسی رو داریم؟ محمد یک نفر. خب زیاده. خیلی خب، پس زیاده. من فکر کردم که کمتر باشه. کیا هستن که تجربه کمتر از 3 ماه دارن؟ 8 سال. اسماعیل 8 سال، باریکلا. کیا هستن که تجربه کمتر از 3 ماه دارن، یعنی کاملا تازه کارن؟ ابراهیم 1 سال. حسین کمتر از سه ماه. فقط یه نفر رو داریم، یکی هم هستش که 3 ماه. خیلی خب، پس خب ما حلوش دو نفر دقیقا داریم که کمتر از 3 ماه دارن کار میکنن و یک نفرم کمتر از 1 ماه. خیلی دو نفر 3 ماه داریم، یکی کمتر از 1 ماه داریم و یکی هم دقیقا حلوش 3 ماه شده. خب در این که اینا رو پرسیدم چی بود، میخوام یه حالت کلی میخوام ببینم که این آدینس که ما الان داریم تجربهشون به چه صورته و من چطوری براتون توضیح بدم بهتر متوجه میشید. خب این میشه. پس بازم تاکید میکنم، چه شما دوستان عزیزی که تجربه 3 ماه و 1 ماه دارید، چه بچه‌هایی که تجربه 8 ساله دارن، دوست عزیزمون که تجربه 8 ساله داشت یا تجربه 5 ساله بچه‌ها نوشته بودین، 4 ساله، 5 ساله، 8 ساله دارین، چه شما که تجربه بالا دارید و چه دوستانی که تجربه کمتر دارن، من خواهشم از شما اینه که این سیستم رو، یعنی این استراتژی رو به این صورتی که گفتم، این میشه کم حال، در واقع میشه کم ریسک ترین وضعی، کم ریسک ترین شرایطی که میتونید از شما از استراتژی امواج الیوت استفاده کنید. در این صورت اگر استفاده کنید از امواج الیوت، یعنی سعی کنید از موج 3 استفاده کنید، بعد از اینکه موج 1 و 2 رو مطمئن شدید از موج 3 بخواید استفاده کنید، میشه بیشترین کاربرد براتون میتونه داشته باشه. خیلی بریم روی لایف چارت ببینیم که دنیا دست کیه. GBP USD. یورو USD برم که همه عاشق یورو USD هستیم، حجم بیشتری از بچه‌ها یورو USD معامله میکنن. خب الان تایم فریم روزانه هستیم، تایم فریم 4 ساعته چیزی به ما نمیده. تو تایم فریم روزانه شاید ما بتونیم مثلا یه همچین چیزی بکشیم، این 2 این میشه 3 4 این 4 و این هم 5. حالا الان بخوایم بر اساس امواج اصلاحی بگیم، این میشه A، تموم شده یا نه بذارید، این میشه A، این الان در موج B هستیم، در موج اصلاحی B هستیم که احتمالاً تا این محدوده خواهد بود و بعد باید موج C رو داشته باشیم. این الان یورو USD که یورو USD اگه ما دید بزرگترش نگاه کنیم توی ویکلی میبینیم که توی روند نزولی هستیم، یعنی در یک روند نزولی این محتمل به نظر میرسه که ما در یورو USD الان یه اصلاحیه داشته باشیم تا همین حدودی که هست یا یه مقدار بالاتر و بعد یه روند
و بعد موج سی رو داشته باشیم. حالا این احتمال داره که در یورو یو اس دی، در یورو یو اس دی این مثلا احتمال داره که ما الان تو موج، یعنی شروع موج سی باشیم، یعنی موج بی، این موج بی احتمال داره. ببینید اینطوری بخوایم بگیم، این میشه یک، این میشه دو، اینجا سه، بخش این چهار و این پنج. خب من جای اینا رو درست کنم. این دو، این سه، این چهار و این هم پنج. این الان ما تقریبا یه همچین چیزی رو، ما اگر در یورو یو اس دی بخوایم رسم کنیم، الان در واقع اتفاقی که افتاده اینه که موج این میشه A، این میشه B، و ما باید منتظر یه موج C باشه. بر اساس امواج الیو، چیزی رو که ما میتونیم مثلا الان برای یورو یو اس دی حس بزنیم اینه که ما در همین، در این محدودهایی که الان هستیم، یعنی الان در همین، در این محدودهایی که بخوام الان دور ریسترش نصب کنیم، یعنی همچین چیزی میشه. در این محدودهایی که هستیم، در این محدودها، حالا بعدش باید علاوه با شاخصهای دیگه ببینیم که ما ببینیم که الان مثلا سطح مقاومت اینجا کجاست، در کجا میتونه احتمال داره این موج B برگرده که موج B مسلما میشه پایین تر از این سطح، یعنی در یک جایی پایین تر از این سطح، در هر جایی پایین تر از این سطح، این میشه چه سطحی؟ 10725. از هر جایی کمتر از 10725 اگر به سمت پایین برگشت، یعنی که موج B ما تموم شده، یعنی تو این محدوده ها، از این چه در اینجا و یا چه، این موج B میتونه خیلی کوتاه باشه، میتونه اینجا هم باشه. پس بین این سطحی که وجود داره تا 1.10725 اگر از هر کدوم از این سطوح برگشت، روند و نزولی بعدی بر اساس تعریف امواج الیوت باید حداقل برابر و یا بیشتر از موج A باشه، یعنی باید بخوایم بگیم، یعنی باید برسه تا 1.0800 تا پایین. ببینید تقریبا همخوانی هم خواهد داشت با سطح کلیدی اینجا، پایین ترین سطح 1 اکتبر، یعنی برسه به برسه به 1.0878 تقریبا 870. یعنی اگر بر اساس تحلیل امواج الیوت ما اگه بخوایم یورو یو اس دی رو الان تحلیل کنیم، اینطوری میشه که در هر کدوم از این سطوح پایین تر از 1.10 اگر روند نزولی شروع بشه، این روند نزولی میتونه تا 1.870 پایین بره. حالا اینجا کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فروش انجام بدیم، مثلا استاپلاسمون رو بذاریم یه مقدار بالاتر از این، استاپلاس یه مقدار بالاتر از این باشه که چرا؟ چون احتمال داره در تا اینجا بالا بیاد موج بی و بعد برگرده. استاپلاسمون رو بذاریم تو این محدوده یا حتی مثلا در این محدوده استاپلاس میتونه باشه. استاپلاس مثلا شما میتونید بذارید اینجا، مثلا اینجا این میشه، این محدوده میشه محدوده بای، این محدوده میشه استاپلاس،
و تیک پروفیت هم میشه تقریبا اینجا. ببینید بر اساس امواج الیوت چیزی که ما میتونیم بگیم الان برای یورو یو اس دی اینه که اینجا میشه محدوده تیک پروفیت بعدی، اینجا میشه محدوده ببخشید سل، من اینو اشتباه نوشتم، معذرت میخوام، این سل اینجا میشه محدوده فروش، اینجا میشه محدوده فروش، اینجا میشه محدوده استاپلاستون و اینجا میشه محدوده تیک پروفیت. این بر اساس امواج الیوت چیزی که ما میتونیم مشاهده کنیم بر اساس امواج الیوت الان توی در یعنی بر اساس امواج الیوت اگه بخوام یورو یوستی تحلیل کنیم میشه اینجا. خب حالا این یه مثال از این یه مثال هستش از وضعیت، حالا یه چیزی که ما اینجا میتونیم ببینیم. بحث بعدی این بود که ما از کجا بتونیم شروع کنیم و شمردن رو شروع کنیم و چطوری بتونیم تشخیص بدیم که این امواج الیوت هست یا نه، یعنی برای اینکه تشخیص بدیم امواج الیوت هست یا نه، این حالا باید بدونیم که راههای تشخیص اون چیه. یه لحظه دوستان، از کجای چارت شروع کنید؟ محمد عزیز اگر کمی صبر کنید در مورد این مسئله هم حتما توضیح میدم. الان میخوام در مورد این مسئله صحبت کنیم که از کجا باید شروع بشه، براتون توضیح میدم. صدای من رو باز کنید، چند تا سوال بپرسم. سوالاتون رو میتونید بنویسید، متاسفانه ما امکان چیز نداریم، یعنی امکان این که صدا علاوه صوتی بتونیم شما بتونید سوال بپرسید این امکان رو نداریم و میتونید سوالاتون رو بنویسید متاسفانه. اون تا اونجایی که بنویسید من میتونم جواب بدم، اگرم باز هم مون میتونید که به ایمیل بفرستید، ولی سعی میکنم سوالاتون رو جواب بدم همینجا. سوالاتون رو لطفا بنویسید. خب حالا بحث اینه که از کجا میتونیم اینا رو شروع کنیم، یعنی امواج الیوت از کجا میتونه شروع بشه. همونطور که عرض کردم، ببینید حالا بریم روی چارتی که نصب نکردیم. اون من پس روی یورو یو اس دی اومدیم تشخیص دادیم که الان ما کجا هستیم. تو یو اس دی جی پی وای حالا ببینیم که اصلا میشه اینو شمرد، از کجا میشه انجام داد یا نه. ببینید بچه‌ها، مسئله‌ای که عرض کردم خدمتتون اینه که امواج الیوت کی شروع میشن؟ یعنی ما باید شروع شمارششون از کجا شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ امواج الیوت گفتم کی شروع میشن؟ امواج الیوت دو زمان شروع میشن، یا زمانی که یک روند صعودی یا نزولی تموم شده و ما یک روند جدید رو داریم. شروعش میتونه اونجا باشه. پس یک روند تموم شده و ما الان وارد یک روند جدید شدیم. عرض کردم خدمتون که این روند جدید میتونه ادامه روند قبلی باشه، یا این که میتونه یک روند برعکس روند قبلی باشه. خب حالا یه بحثی که هستش چیه؟ یه بحثی که هست اینه که پس ما چطوری بخوایم شروع کنیم روند رو شمردن. ببینیم مثال میدیم، شما میتونید برید روی چارت کجا، روی چارت بزرگتر. روی چارت بزرگتر الان مثلا روی چارت ویکلی یا روی چارت مانتلی، چارت ماهانه، میبینیم که الان کلیت در وضعیت چی هست، این نزولی. روی چارت هفتگی اگه بخواید برید میبینید که خب الان اینجا روند، یعنی این روند نزولی در چارت هفتگی، ببینید روندها رو چطوری میتونیم تشخیص بدیم. ساده ترین شکل اینه که بالاترین بالاها رو به هم وزن کنیم. این بالاترین بالا اینا رو به هم وزن کنیم، یا پایین ترین پایین ها رو به هم وزن کنیم. پس این الان تو چارت هفتگی مشخصه که الان ما در یک روند چی هستیم؟ در یک روند صعودی، یعنی روند نزولی ما تموم شده، در یک روند صعودی هستیم. پس از کجا میتونیم شروع کنیم شمردن رو؟ از اینجا. دوستانی که میپرسن از کجا میشه فهمید که از کجا بتونیم شروع کنیم، از اینجا میتونیم شمردن رو شروع کنیم. ولی آیا این که الگوی امواج الیوت رو این شکل میگیره یا نه رو باید ببینیم که بررسی کنیم که ببینیم شکل میگیره یا نه. پس محل شمردن کجا شد؟ اینجا. میشه چندم؟ میشه 18 آگوست
18 اوت 2019. حالا بریم روی چارت روزانه. رو چارت روزانه، این رو چارت روزانه، خب رو چارت روزانه پس ما زمان محل شمردنمون مشخص کردیم این محدوده 18 19 اوت اینجا. حالا باید ببینیم که آیا اینجا که روند تموم شده یک روند جدید داره شروع میشه. ببینید اینجا الان این روند تموم، اینجا الان این روند اینجا تموم شد، در این سطح، در این سطح داره یک روند جدید تقریبا از اینجاها یه روند جدید الان داره شروع میشه، یعنی اینجاها اومده روند شروع شده. پس ما از کجا باید بشماریم؟ از جایی که یک روند، یعنی اینجا حالت تقریبا حرکت خونسا تموم شده و ما داریم وارد یک روند جدید میشیم. خب اینجا ما میتونیم بیایم حالا رسم کنیم امواج الیوتمون رو، ببینیم که امواج الیوت میتونه اینجا میتونه اینجا شروع بشه یا نه. این موج یک اگر در نظر بگیریم، موج دو، موج سه، خب این الگو اینجا درست میبینیم که اینجا درست نمیشه. پس این محدوده رو بعد اگه بخوایم در دید بلندتر نگاه کنیم ببینیم متوجه میشیم که چرا درست در نمیاد. در دید بلندتر اگر نگاه کنیم میبینیم که این محدوده همچنان محدوده چیه؟ تا این محدوده همچنان محدوده یک حرکت خونساست. پس اگر موج جدیدی رو ما بخوایم بهش اطمینان پیدا کنیم باید از یک جایی بالاتر از اینجا این محدوده شروع بشه. بنابراین میایم دوباره از اینجا رسم میکنیم. موج یک، موج دو، این موج سه، حالا اینجا هم الان میبینیم که دوباره این نقص شده، موج سه کوتاه‌تر از موج یکه. این چیزی هستش که الان ما اینجا میبینیم که خب پس الان روی یو اس جی پی وای جور در نمیاد، این امواج اینجا جور در نمیاد. حالا آیا ببینیم که در ادامه موجای قبلیمون هست چیزی هستش که ما اینجا در ادامه موج قبلی مثلا الان تو بحث 4 ساعته بخوایم بیایم، رو 4 ساعته هم میتونیم تلاش کنیم ببینیم که آیا میشه انجام داد یا نه. رو 4 ساعته بخوایم بکشیم، خب ببین رو 4 ساعته الان ما روی وضعیت نزولی هستیم، در بحث 4 ساعته روند نزولی هستیم. از کجای روند شروع شده؟ این روند تقریبا از اینجاها شروع شده، میبینیم که بالاتر هستیم و از این محدوده، ببینید RSI رو شما اینجا RSI میتونید از RSI کمک بگیرید، این روندی که تا اینجا صعودی بود الان اینجا تبدیل به نزولی شده در چارت 4 ساعته در این محدوده. خب در این محدوده ما باید ببینیم که اینجا باید رسم کنیم الان ما تو کدوم موج هستیم. موج یک، این دوی اصلاحی، این سه اصلی، الان ما چهار، الان ما احتمالاً در الان ما تو موج چهارم هستیم و احتمالاً موج پنج اینجا کم کم بخواد شروع بشه، یعنی در USDJPY تو چارت 4 ساعته اگر ما بخوایم بریم ببینید RSI میتونه به شما کمک کنه که این موج روند صعودی اینجا تموم شده وارد یک روند نزولی میخوایم بشیم. پس شروع یک روند هست، در شروع یک روند از کدوم محدوده شروع شده؟ این روند نزولی از این محدوده تقریبا شروع شده، این محدوده بخوایم یک دو، این موج سه. حالا داخل موج سه ببینید مثلا اینجا گفتم عرض کردم خدمتتون که هر کدوم از اینا 5 تا باید باشه، این موج یک واسه این یک، این دو، این سه، این چهار و این پنج. ببینید داخل موج سه، داخل این موج سه ما 5 تا داریم، یک دو سه چهار و پنج. بهترین زمان عرض کردم خدمتون کجاست برای وارد شدن؟ این محدوده، یعنی این محدوده میتونست بهترین زمان برای وارد شدن باشه. استاپلاس کجا بود؟ اینجا میتونست فروش باشه. استاپلاس کجا بود؟ با
بالاتر از بالاترین در واقع بالا تو بحث نزولی بالاترین سطح موج دو، اینجا میتونست فروش باشه این محدوده، استاپلاس میشد اینجا، تیک پروفیتتون میتونست کجا باشه؟ تیک پروفیتتون رو میتونستید این استاپلاس رو در واقع منطق مرحله به مرحله مرحله ببخشید این صدایی که من صدای متا ترید 5 استاپلاستون رو تو مرحله بعد میتونستید بذارید بیارید اینجا، یعنی استاپلاستون رو جابجا کنید وقتی که وارد موج سوم شد رفت پایین‌تر، میتونست استاپلاس رو بیارید توی این محدوده و بعد که پایین‌تر رفت دوباره از اینجا که پایین‌تر رفت وارد موج 4 که شد خواست بشه استاپلاستون رو میتونستید بذارید اینجا. حالا الان اینجا یا در این اینجا میتونید از بازار خارج بشید، میتونید از بازار خارج بشید یا نگه دارید ادامه. پس برای تشخیص شما میتونید برای تشخیص روند، برای تشخیص این که از کجا شروع باید بشه، شما میتونید از شاخصهای دیگه هم کمک بگیرید ببینید که این روند همونطور که عرض کردم امواج الیوت شروعش یعنی شروع یک روند، شروع یک روند جدید. روند جدید زمانی شکل میگیره که روند قبلی تموم شده باشه. مثلا برای تشخیص روندها از میتونید از چی استفاده کنید؟ از شاخصهای فنی که روند رو میتونه تشخیص بده، مثلا RSI، یا مثلا میتونید اینجا میانگین حرکتی، چون 4 ساعت است، میانگین حرکتی 50 دوره‌ای رو وارد کنید، moving average 50 تایی، یه دونم وارد میکنیم. از استراتژی چی میخوایم استفاده کنیم؟ اینجا میخوایم از استراتژی عبور از میانگین حرکتی استفاده کنیم. رنگشو از این رنگ بذاریم. خب تو چارت یک ساعته میتونه تایید کنه، تو چارت 4 ساعته اجازه بدید اینو من میانگین حرکتی رو بکنم. خب حالا خب اینجا این مثلا اینجا نه، این میانگین حرکتی اینجا نمیتونست به شما کمک کنه. صبر کنید صبر کنید. خب 15 در استراتژی عبور از میانگین حرکتی ما سه تا میانگین حرکتی نیاز داریم، 50، 20 و 200. بذارید من هر سه تاشو وارد کنم. اینو چه رنگی بذاریم؟ کجا رفت؟ نمیاره رو تصویر. میانگین حرکتی 20 روزه رو نشون نمیده متاسفانه. عجب. بذاریم. خب. چرا بیشتر از دو تا نمیاره؟ ببخشید یه لحظه من اینجا خیلی درست شد. خب ببینید الان ما اینجا مثلا میتونیم از اندیکیترهای مختلف استفاده کنیم برای اینکه تشخیص بدیم الان ما تو چه روندی هستیم.
الان برای اینکه ما اینو نصب کنیم، یعنی رو 4 ساعته RSI به ما میگه که رو 4 ساعته ما روند نزولیمون از این محدوده شروع شده. خب حالا میانگینه حرکتی رو ما میتونیم یکی بیایم قبلترش ببینیم که میانگینه حرکتی به ما چی میگن. میانگینه حرکتی هم میگن که از این محدوده که تقریبا همون محدودهه، ببینید این میشه تقریبا 8 نوامبر، از میانگینه حرکتی هم تقریبا از همین محدوده شروع کردن. ببینید قیمت ها از این محدوده در این حدود شروع کرده به پایین تر اومدن، به پایین تر از میانگینه حرکتی، یعنی مووینگ اوریج ها هم از این به بعد الان دارن قیمت ها پایین تر از مووینگ اوریج ها داره حرکت میکنه. مووینگ اوریج هم اینجا داره تایید میکنه روند نزولی رو، یعنی الان هم روند نزولی ما از طریق با میانگینه حرکتی تایید شده و هم با RSI. خب حالا این میانگینه حرکتی چون میانگینه حرکتی هم روند نزولی رو تایید میکنن، RSI هم روند نزولی رو اینجا داره تایید میکنه، بنابراین ما تو چارت 4 ساعته هر دوتای اینها تایید کردن که در این محدوده روند نزولی شروع شده. پس در این محدوده ما میتونیم چیکار کنیم؟ در این محدوده ما میتونیم شمارش در این محدوده ما میتونیم شمارش امواج الیوتمون رو شروع کنیم. امواج الیوتمون هم که پس شمارش رو تو این محدوده بخوایم شروع کنیم، این میشه 1، چیزی که رسم کرده بودیم 2 3 4، و الان در چارت 4 ساعته USDJPY الان ما تو 5 هستیم، که این 5 میتونه تا اینجا یا بیشتر. تو این 5 عرض کردم 5 میتونه حتی تا پایین تر از کمتر از سطح 3 هم باشه، یعنی روند 5 حد اکثر تا 61.8%شه. ببینیم مثلا فیبوناچی رو رسم کنیم، چارت بالاتر بخوایم بریم، این میشه این فیبوناچی 4 رو بخوایم نصب کنیم. خب موج 5 میتونه از این سطحی که الان هست، از این سطح، یا از این سطح چکار کنه؟ یعنی از این سطحی که الان داریم 61.8%، یعنی از 108 108 408 پایین تر تا کجا بره؟ بذار من اینا رو برای این که تا برعکس اینو بخوایم نصب کنیم، این میشه اینجا، اینم میشه اینجا. حالا تا 161.8، یعنی این میتونه موج 5 ماکسیموم میتونه بیاد تا 108، موج 5 میتونه تا 108 تو چارت 4 ساعته تو میتونه تا 108 پیش بره. از این از 108 480 تا 108 موج 5، ببخشید میگم موج 4، موج 5 میتونه از 108 480 تا 108 20 که میشه 161.8% فیبوناچی موج 4 میتونه تا این سطح پیش بره. از این به بعدش دیگه بعدش میشه موجای ABC تو چارت 4 ساعته، از اونجا بعد موجای ABC شکل میگیره. این الان پس ما بر اساس امواج الیوت تو چارت 4 ساعته برای USDJPY الان تو موج 5 هستیم، برای یورو USD الان ما تو موج اصلاحی هستیم، موج اصلاحی C داره شکل میگیره تو چارت روزانه. تو چارت 4 ساعتش هم اگه بخوایم بررسی کنیم که میبینیم که خب این محدوده میشه محدوده فروش، استاپلاسمون میشه اینجا و تیک پروفیتمون هم میشه اینجا. پس این الان کدوم موج هستیم باید اینجا. حالا از کجا بخوایم شروع کنیم شمردن رو هم
اعداد فیبوناچی دیده نمیشن، اعداد فیبوناچی رو یه کوچیک کوچیک نمیشه بزرگتر از این کرد، از این بزرگتر نمیشه کرد که دیده بشن. شاید بذارید من نمیدونم اسکرین شات ازش بگیرم. الان قابل دیدن هستن. ببینید این اینو ما اول به این صورت رسم میکنیم، بعدش خب ببینید 61.8 این میشه سطح، نمیدونم الان قابل دیدن هست یا نه، این میشه سطح 161.8 فیبوناچی 4. سطح 4 صد میشه سطح 161.8 رسیستنت. ببینید بچه ها چطوری میشه نصب کرد، اینو متوجه شد؟ بذار من اینجا روی که براتون توضیح بدم. ببینید بذارید روی چارت دیگه، اینجا من فقط صرفا میکشم براتون. خب فرض بر این که اینجا سطح شروع یک چهاره، اینجا سطح شروع تموم شدن چهار. ببینید اینجا سطح، فرض رو بر این که اینجا سطحی که چهار شروع شده، خب حالا کجا تموم میشه؟ این شروعشه، اینجا تموم. این فرض کنیم که برش. اینو فرض کنیم این چهاره. بذارید اصلا یه کار دیگه بکنیم، من اینا رو برای اینکه یه صفحه کاملا خب ببینید خب ببینید فرض ما بر این میگیریم که ما فرض رو بر این میگیریم که این الان میخوام ببینیم که 161.8 فیبوناچی در سطح 4 چطوریه. اینو فرض بر این میگیریم که اینجا این موج 4ه. 161.8 اینو چطوری میتونید پیدا کنید؟ یه راه خیلی ساده اینه که شما این میشه فیبوناچی 4. خب این 161.8 فیبوناچی 4، یعنی شما اینو میکشید اینجا دیده میشه، اینجا میتونید چکار کنید، اینجا میتونید یعنی سطح فیبوناچی رو که میکشید این سطح 161.8. یعنی چی؟ یعنی اینکه موج 5 از 61.8، یعنی موج 5 که میخواد شکل بگیره بین این از اینجا تا اینجا موج 5 احتمال داره که چکار کنه بیاد. پس موج 5 محدودش میشه کجا؟ محدودش میشه از 61.8 تقریبا تا 161.8، این میشه محدوده موج 8. این به این صورت فیبوناچی که میکشید این عددهای فیبوناچی خودش در خودش نشون میده، این چیز یعنی چیز عجیبی نیستش. پس موج 5 موج 5 میشه بذارید
موج پنج، اینو فرض بر این گرفتیم که این موج چهاره، موج این موج چهاره، این موج چهاره کجا بود؟ این موج چهارمون توی USDJPY، این موج چهارمون، موج چهاره که بکشید، این موج چهار، فیبوناچی موج چهار رو که بکشید میشه یه چیزی شبیه این، میشه یه چیزی شبیه این. یعنی این فرض کنید موج چهاره، این موج چهاره در USDJPY، چیزی که الان اینجا هست، فیبوناچی اینو که بکشید 161.8، یعنی موج 5، این موج 5 که الان داریم ایجاد میشه 161.8، یعنی بین این سطح، بین 61.8، بین این سطح تا این سطح میتونه دامنه حرکتی موج 5 بشه. پس دامنه موج حرکتی 5 میشه اینجا، اینجا استارت موج 4 بوده، اینجا آخرش اند. حالا موج 5 شکل گرفته، موج 5 میتونه بین این محدوده باشه، یعنی حرکتش بین این محدوده باشه. برای همین هم هستش که میگم موج 5 رو شما معامله نکنید، سعی کنید اگر میخواید بر اساس استراتژی امواج الیوت معامله کنید، این موج رو معامله کنید، موج 3. موج 3 هم بهترین زمانش کیه؟ بهترین زمانش که وقتی بریک داون کنیم، یعنی کوچیکش کنیم، بشکنیم، این میشه موج اول موج 3، موج دوم موج 3، و این میشه موج سوم موج 3، 4، و اینم موج پنجم، موج پنجمی که داخل موج 3 هست. بهترین زمان برای وارد شدن موج سومه. این الان شما اینجا میتونید تشخیص بدید که موج پنجمه، موج پنجمه USDJPY هست. این به این معناست که در این محدوده، در چارت 4 ساعته، در این محدوده ما باید روندمون عوض بشه، در همین محدودهایی که هولوش بین 108 تا 109. پس اینجا بر اساس امواج الیوت شما اینجا پس معامله نکنید، بر اساس امواج الیوت زمانی معامله کنید که شما ببینید تشخیص دادید که داخل موج، مثلا داخل موج 3 هستید. وقتی که داخل موج 3 هستید اون موقع وارد بشید. زمان شروع، بچه‌ای که برای شروع پرسیده بودن، زمان شروع رو چطوری میتونید تشخیص بدید؟ با استفاده از شاخصهایی که روند رو میتونن به شما نشون بدن، که الان روند ساده ترینش هم RSI که روند آیا تغییر کرده یا نه. چرا؟ چون موج یک کی شروع میشه؟ موج یک در شروع یک رونده، موج یک شروع یک رونده. حتی احتمال داره مثلا به این صورت باشه که این موج در واقع صعودیه، اومده پایین دوباره برگشته بالا، یعنی اینجا اگر این برمیگشت بالا هم، چون بعد از اینکه یک موج صعودی تموم شده، یک حرکت خونسا داشتیم مثلا تو این محدوده، از اینجا میرفت بالا، ما باید موج شماری رو از اینجا شروع میکردیم. چرا؟ چون در واقع میتونه در ادامه یک روند صعودی، در ادامه روند صعودی باشه. حالا اینجا نزولی بوده در ادامه یک روند صعودی. بحث جالبی که تو امواج الیوت هست اگه دقت کنیم چیه؟ تو امواج الیوت شما اگه برید تو چارتای بلند مدت‌تر می‌بینید که خود اینها طبق تعریف و تئوری که آقای الیوت هم میده، طبق همین تعریف خود اینها باز جزء کوچکتری از یک موجای، از یک دسته موجای بزرگتره. یعنی چی؟ یعنی که ببینیم، فرض بر این که الان ببینید، الان تو چارت روزانه ما میتونیم بگیم که تو چارت روزانه اگر بخوایم بریم تو چارت روزانه الان اینجا ما میتونیم بگیم که خب از این محدوده تو چارت روزانه این میشه موج یک، این موج دو. تو چارت روزانه الان ما در چارت روزانه بخوایم بگیم الان ما داخل موج 3 ایم. یعنی اگر در حالت دراز مدت‌تر بخوایم معامله کنیم در چارت روزانه، که این دیگه خیلی زمان خیلی زیاده. ببینید در یک روند صعودی هستیم، این روند صعودی اینجا شکسته، اومده RSI زیر سطح 50، دوباره در ادامه یک روند صعودی، مثل اتفاقی که اینجا افتاده، در ادامه اینجا صعودی بوده، زیر سطح 50 اومده، روند صعودی شکسته شده، دوباره یک روند صعودی جدید شکل گرفته.
اینجا روند صعودی شکسته شده، دوباره یک روند صعودی جدید شکل گرفته. ما در چارت روزانه میتونیم بگیم که الان تقریبا داخل موج سه هستیم. البته برای اینکه تایید بشه این نباید، برای اینکه تایید بشه این نباید از بیشتر از این نباید بیاد بیشتر از 107.99 تقریبا 108. از 108 اگر پایین تر بیاد در چارت روزانه این موج سه نقض میشه، ولی اگر بالا قبل از اینکه به 108 برسه ادامه پیدا کنه، ما میتونیم بگیم در چارت روزانه داخل موج سه هستیم. یعنی اگر در چارت روزانه شما میخواید خرید کنید، میتونید در چارت روزانه برای دراز مدت کجا خرید کنید؟ در چارت دراز مدت میتونید روی 108 برای دراز مدت، یعنی شما برای چند ماه میخواید برنامه ریزی کنید، میتونید هولوش 108 خرید کنید. استاپلاستون میشه کجا؟ استاپلاستون میشه پایین تر از پایین موج دو. یعنی 108 اگر شما بخواید خرید کنید اینجا، استاپلاستون میشه 107 بر اساس امواج الیوت، استاپلاستون میشه بین 107.50 تا 107.60. استاپلاستون میشه تقریبا اینجا، میتونید مثلا رو 261.8 فیبوناچی بذارید، رو 107.60. این یعنی بر اساس امواج نظری امواج الیوت اینو میگه که میگه که هر موجی داخل یک موج دیگه است. یعنی کوچکترش کنیم میتونیم چیکار کنیم؟ کوچیک‌تر، یعنی بریم داخل این هر کدوم از این امواج رو کوچیک‌تر کنیم، داخلش داخل خود این امواج دوباره یه امواج الیوت دیگه وجود داره. این کلیت استراتژی این امواج الیوته. یعنی بخوام به صورت جزئی‌تر بخوام بردازیم به همین صورته. پس شمردن سوالات اصلی که بود، من سوالات اصلی که بود چی بود؟ سوالات اصلی که بود، این دوستمون گیر دادن که صدا وایس رو باز کنن. خب شما میتونید مثلا نوشتاری هم بپرسید. سوالات اصلی که بود این بود که از کجا شروع میشه؟ پس زمان شمارشش رو مشخص کردیم. زمان شمارشش از کی شروع میشه؟ زمانی که موج قدیمی قبلی تموم شده و ما با یک روند قبلی تموم شده، ما وارد یک روند جدید شدیم. اینو میتونید مثلا با RSI، میتونید با میانگینه حرکتی اینو مشخص کنید، شروع یک روند رو. شروع یک روند میتونه در ادامه یک روند باشه یا برعکس یک روند قبلی. اینطوری زمان شروعش میشه. زمان وارد شدن، استفاده کردن از این استراتژی که زمانی که شما موج یک و دو رو طبق استانداردهای امواج الیوت درست تشخیص دادید، رسم شده، وارد موج سه شدید. موج سه که وارد شدید، بعد اونو برید مثلا تو چارت 4 ساعته، اگر وارد موج سه شدید، برید تو چارت 1 ساعته داخل موج سه یه موج امواج الیوت میکشید کوچیکترشو و اونجا تو موج دوم میشید. یعنی تو موج دوم موج سه، موج دومی که داخل موج سه هست، اونجا وارد میشید. میدونم یه مقدار پیچیده شد، متوجه هستم، یعنی شاید قابل درک نباشه، ساده نباشه. بچه‌ای که تجربه بیشتری دارن راحت‌تر میتونن متوجه بشن. موج دوم موج سه بهترین زمان برای وارد شدنه. مثلا اگر تو چارت 4 ساعته هستید، برای اینکه خود موج سه رو مثلا تو چارت 4 ساعته امواج الیوت رو تشخیص بدید، میرید تو چارت 1 ساعته کوچیک‌ترش. تو چارت 1 ساعته داخل چارت موج سه تون 5 تا موج رو میکشید، یعنی شروع میکنید به کشیدن. در موج دوم داخل موج سه میتونید وارد بشید. این به صورت خیلی چی میگم، به صورت خیلی ساده معذرت میخوام، به صورت خیلی ساده اینکه چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم اینه. در کل امواج الیوت امواجی هستن که استراتژی امواج الیوت یه استراتژی طولانی مدته، استراتژی که در بازاری برای استراتژی‌های برای تریدهای معاملات دراز مدت بهتر جواب میده تا معاملات کوتاه مدت. این در حالت کلی برای امواج الیوت. دوستان پرسیدن که برای رسم فیبوناچی از شادو هم باید استفاده کنیم؟ بله، چون فیبوناچی میگه از پایین ترین قیمت، یعنی شما بدنه کندل رو فقط حساب نمی‌کنید، اون دوم کندل هم بالا پایینش هم دومش هم رو هم باید استفاده کنید، چون از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح یک
محدوده رو باید بکشید، برای همین 2 ماه هم استفاده میشه. سوالی بچه اگر دارید بپرسید، وقتمون هم نیم ساعت هم بیشتر نمیدونم براتون واضح بود. بذار من اول اصلا بپرسم بچه ها، واضح بود؟ من سعی کردم در چطور میگم، در ساده ترین زبان بگم، یعنی سعی کردم از اصطلاحات استفاده نکنم، به زبان خیلی ساده بگم. نمیدونم براتون واضح بود یا نه. تناسب بین امواج دو بچه ها، بین دو بچه ها تناسب خاصی وجود نداره. حالا شما اینجا ببینید، اینجا تو PDF اینجا تناسبای نه اینجا تناسبا نوشته شده، اون دوستمون که این تناسبا اینجا تناسبا نوشته شده، اون دوستان که پرسیدن تناسبا چطوریه. ببینید بچه ها، امیدوارم که خب خوبه که تناسب بین امواج دو چار بعد از یک پنج موجی حتما سه موجی اصلاحی میاد. بله، بعد از موج پنجم حتما موج A, B و C تشکیل میشه بر اساس امواج الیوت، بر اساس تئوری الیوت. بعد از موج پنجم حتما A, B و C تشکیل میشه. جدیدترین متدهای تحلیل تکنیکال برای بازارها بیشتر رو چیا مانو میده، چیا رو بیشتر بخونیم؟ ببینید بچه ها، یه بحث اولندش که بازم تاکید میکنم، امیدوارم که براتون واضح بوده باشه، یعنی واضح تر از این نمیتونستم تشخیص توضیح بدم. اگر متوجه نشدید سعی کنید یکی دو بار ویدیو رو نگاه کنید و اینکه تمرین کنید. این استراتژی امواج الیوت با فقط نگاه کردن نمیشه متوجه شد، شما باید خودتون اینو بکشید، تحلیل کنید که بتونید، یعنی با تمرین کردن بتونید ازش استفاده کنید. آیا اینکه همیشه دوستمون همیشه میتونید از این استراتژی استفاده کنیم؟ بله میتونید ازش استفاده کنید، ولی عرض کردم خدمتتون امواج الیوت جز استراتژی هستش که بیشتر برای تایم فریم های بلند مدت تر میشه ازش استفاده کرد تا تایم فریم های کوتاه مدت تر. از کدوم تایم فریم برای کوتاه مدت استفاده کنم؟ خب بذار من یکی یکی به سوالا رو از قبل برگردم. برای آیس پرسن که برای معامله چند دلار لازمه، اینو زیاد میپرسین بچه‌ها. ببینید من، شما میتونید با 50 دلار 100 دلار هم شروع کنید معامله کردن یاد گرفتن، ولی من پیشنهادم اینه که حداقل تو حسابتون 500 دلار داشته باشید. اونایی که تازه میخواین شروع کنید، حداقل تو حسابتون 500 دلار داشته باشید، ولی با 100 دلارش معامله کنید. بیایید با چه میدونم مثلا با یک دونه پوزیشن 0.01 مایکرو لات معامله کنید. میتونون دیگه با چند دلار میشه معامله کردن، دیگه با انتخاب شماست، یعنی چیز خاصی نمیتونیم در موردش بگیم، ولی برای شروع، برای یاد گرفتن من پیشنهادم اینه که حداقل 500 دلار باشه که مارجینتون کافی باشه و کفایت بده برای کارتون. استراتژی خوبی هست. دوست میگم گفتن کاملا متوجه شدن. علی گفته متوجه شده، نیاز به تمرین داره. یونس هم همینطور. خب جدیدترین متدهای تحلیل تکنیکال بچه ببینید، جدیدترین ما متد جدید خاصی نداریم. واقعیتش اینه که متدهایی که تا الان هستن، متد جدید خاصی که تازه ابداع شده باشه نداریم. از همین استراتژیای فیبوناچی، استراتژی عبور از میانگین حرکتی، استراتژیای این استراتژی که زیاد استفاده میشه از فیبوناچی هست، امواج الیوت هست، عبور از میانگین حرکتی هستش، اینا پرکاربردترین استراتژی ها هستن که میتونید ازشون استفاده کنید، که در مورد همشون ما ویدیو داریم، میتونید تو کانال یوتیوب ببینید. روزبه تلاش خوبی بود برای توضیح مطالب الیوت، اما به طور کلی پیچیده است و نیاز به تجربه داره. بله عرض کردم خدمتتون، نیاز به تجربه کردن داره، نیاز به این داره که تمرین کنید. حالا با یک صفحه کامپیوتر هم شاید یه مقدار سخت باشه. امیدوارم که یه روزی بتونیم یه سمینار چیزی داشته باشیم. نمیدونم اگر در ترکیه سمینار داشته باشیم میتونیم شرکت کنیم بچه‌ها، هستن که اگر در ترکیه ما سمینار بذاریم امکان شرکتتون اگر باشه، ما تو سمینار ترکیه اگر نمیدونم اگر براتون امکان باشه ما میتونیم این کارو بکنیم که اینجا براتون اینجا سمینار بذاریم و بعد میتونید شرکت کنید، بعد حضوری همه اینا رو هم براتون بتونیم توضیح بدیم، هم در مورد صحبت کنیم. چون واقعا اینه که
با یک صفحه کامپیوتر، با یک صفحه کامپیوتر اینطوری واقعا بیشتر از این نمیشه توضیح داد. سخته. یونس پرسید که میشه به عنوان الگوی برگشتی ازش استفاده، یعنی چه الگوی به عنوان الگوی برگشتی ازش استفاده کرد؟ من متوجه سوالتون نشدم. اکسپرت توصیه میکنید؟ خیر، به هیچ وجه آقای محمد رضا. اکسپرت ها رو به هیچ وجه توصیه نمیکنیم، به خاطر اینکه خودتون یاد بگیرید ترید کنید خیلی بهتر جواب میده. اکسپرت ها طوری طراحی شدن که بارها من تو همه وبینار رو گفتم، طوری طراحی شدن که یه مدت به شما سود میدن و بعدش اکانتتون به قول خودتون در ایران کال میشه. اندیکیتور زیگزاگ قابل استفاده و اعتماد است؟ بله، اندیکیتور زیگزاگ قابل استفاده و اعتماد هستش، اندیکیتور خوبیه. خیلی. موج 5 یا موج ABC بعد از موج 5. ببینید بچه ها، موج 5 عرض کردم خدمتتون، موج 5 بین 61 و 8 تا 161 و اینجا هم هستش. ببینید بین، حالا میتونیم بگیم بین این موج 5 بین 61 و 8 تا 161 و 8 موج 4 موج 5 ادامه پیدا میکنه. اینجا که تموم شد موج AB و C شکل میگیره. حالا اینجا مثلا میشه بین 50% تا 161.8%، بین 50% یا بین 61.8% موج 4 تا 161.8%، بین اینا شکل اینجا تمام میشه موج 5. موج 5 که تمام شد بعدش، موج 5 که تمام شد بعدش امواج اصلاحی AB و C باید شمارششون شروع بشه. چرا دوره آموزشی نمیذاریم؟ خب دوره آموزشی داریم دیگه. شما الان در ترکیه دوره آموزشی وقت نمی کنیم. دوره آموزشی حضوری داریم به صورت خصوصی، بیشتر از اون فرصت نمیشه. اگه احتمال داره ما درس الان داریم فکر میکنیم، داریم یه برنامه‌ریزی هنوز نمی کنیم، داریم بررسی میکنیم که شاید بتونیم در ترکیه، شاید بتونیم در ترکیه سمینار بذاریم. باید ببینیم به چه صورت میشه. اگر بتونیم داریم فعلا صحبت میکنیم، اگر بتونیم حتما به شما خبر خواهیم داد. فقط میخواستم ببینم که اگر سمیناری باشه چند نفر میتونید شرکت کنید. سیگنال بدم من فرصت نمی کنم آیه سید محمد عزیز، برای اینکه بتونیم شما در بازار سیگنال بدید باید وقت بذارید، هر روز هر لحظه در بازار باشید. من متاسفانه به خاطر کلاسایی که دارم، آنالیزایی که باید بنویسم برای وبسایت و وبینارهایی که دارم، واقعا نمیتونم لحظه به لحظه بازار رو پیگیری کنم و بنده امکان اینکه سیگنال بدم ندارم، معذرت میخوام. خب امیدوارم به دردتون خورده باشه. یه سوال دیگه هم، بعضی وقتا موج 4 دوچار یه موج اصلاحی پیچیده میشه. موج 4 عرض کردم خدمتتون، موج 4 تنها تفاوتش با دیگر موج اینه که احتمال داره زمان خیلی زیادی طول بکشه. بچه‌ها وقتمون واقعا تمام شد، من سروش 45 دقیقه هم خارج از بیشتر از وقتی که باید باشه در خدمتتون بودم. سوال دیگه اگر مونده که نتونستم جواب بدم لطفاً از طریق ایمیل برای من بفرستید. این کجا رفت ایمیلم؟ و دوستمونم که در مورد تلگرام پرسیده بودن، این کانال تلگرامه @hotforexiran، telegram.me/hotforexiran. این کانال تلگرامه، میتونید اینجا عضو بشید، فایل های پی دی اف و ویدیوها رو میتونید اینجا ببینید. بعد وبینار هفته آینده، مثلا این دوستانی که وبینار هفته آینده در مورد درک اصول بازاره، من میخوام هم از بچه‌ای که شما تجربه کمتر، اونایی که گفتن تجربه کمتر از 3 ماه و 6 ماه دارید، خواهشاً شما حتما شرکت کنید. بچه‌ای که تجربه بالاتر هم دارن، من به اونام توصیه میکنم شما هم شرکت کنید، به خاطر اینکه یه سری مواقع هستش که در وقتی ما مدت زمان زیادی ترید میکنیم یه سری اصطلاحات رو گاهن قاطی میکنیم، یا نیاز هستش که بعضی وقتا اون یه اصول اولیه که داشتیم چی بشه، تکرار بشه. این درک اصول اولیه بازار بخش اول و بخش دوم که هفته بعد از اون خواهد بود، و خواهش میکنم که شرکت کنید و امیدوارم که به دردتون بخوره. دوست دارم که آدرس یوتیوب تو کانال تلگرام، ویدیوهایی که از روش اگر کلیک کنید، ویدیوهایی که رو کانال تلگرام هست کلیک کنید میره رو کانال یوتیوب. رو کانال یوتیوب که رفت اونجا میتونید سابسکرایب کنید. ما هر روز رو کانال یوتیوب اگه سابسکرایب کنید، من تقریبا هر روز ویدیو دارم، یا ویدیو تحلیلی یا ویدیو آموزشی، رو کانال یوتیوب هر روز ویدیو هستش، هم تو اینستاگرام هست هم تو یوتیوب. اگر یوتیوب براتون سخته میتونید از اینستاگرام دنبال کنید، کانال اینستاگرام که اینستاگرام پیج اینستاگرام هم کمه میدونید، میتونید از اینستاگرام یا از یوتیوب پیگیری چیز کنید، ویدیوهای روزانه رو هم ببینید. خیلی خوب، امیدوارم که به دردتون خورده باشه و تا هفته بعد
خدا نگهدارتون. تا روز سه‌شنبه لایو اینستاگرام روز سه‌شنبه رو بتونید شرکت کنید که خوبه. اگر سوالی داشتید در لایو اینستاگرام سه‌شنبه این هفته در مورد طبق بچه هایی که پرسیدن در مورد اینکه چطور حسابمون کال نشه صحبت میکنیم. یه اصطلاح جدید یاد گرفتم، حسابمون کال نشه. نه کجا بردیم بچه ها؟ یا حسابم کال نشه. آره ما برای اینکه راههای جلوگیری از کال شدن حساب در اینستاگرام در لایو اینستاگرام سه‌شنبه در موردش صحبت میکنیم هفته آینده روز سه‌شنبه. خدا نگهدار و تا سه‌شنبه هفته بعد امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشید و بهتون خوش بگذره.